با درود خدمت بینندگان و شنوندگان از مردم تیوی خوبین خوشین سلامتین آقا ما گفتیم یه پادکست درست کنیم دیگه همش نمیشه بیایم جلو دوربین دیگه حالا خنده اینه ما قبلا برنامه که درست میکردم تو جای مختلف که میذاشتم یه هفته ای طول میکشید چون من با آدوب پرمیره به صورت حرفه ای ادیت میکردم انگار میخوایم فیلم درست کنیم یعنی وقت میذاشتم میرفتم سر کار میومدم تا نصف شب اینا ولی یه هفته طول میکشید خبره میشد قدیمی نابود گفتیم دیگه اینجوری نمیشه آخه ما قبلا شما حساب کن موضوع مال مثلا دهه شسته دو تا کانال بیشتر نبود من بارها اینو گفتم چقدر مردم میخندن یک و دو دو کانال یوبسا بود یه دو آدم بد کف دهنشون زده و بیرون لباس مشکی غمگین نابود صورت نشسته می اومدن هیچ شخص نمی فهمیدیم چی میگن همش نسش قرآن می خوندن نسش دلوش دلوش اینجوری حرف می زدن یکم که صبح تا ظهر از اون بود قبل از اون بود بعد از اون بود قرآن بود دعای کمل بود بعد امام صحبت می کرد بعد نمیدونم نوه امام همینجوری برنامه بود نوه که نه پسرش همینجوری این برنامه ها بود چیزی نداشتن نشون بدن ده فجر هم که بود دیگه دیگه سرویس بود انگار نوروزه بعد کارتون کارتون که نه ما سمندون برای اون میذاشتن برای همین نسل ما نابودن ما ده پنجا ده شستی ها از نظر روانی مشکل داریم شما حساب کن انقلاب جنگ بعد بگیر بگیر اعدام همه اینا رو ما دیدیم این هم سمندون بود این کارتون بچگی ما بود شما نگاه کن یه بابایی مثل استولا یکتا بنده خدا چند سال پیش هم فوت کرد یه بابایی مثل استولا یکتا رو ورشته بودن شاخ براش گذاشته بودن اینا این شاخاش هم هست شاخ براش گذاشته بودن تو زیرزمین یه خونه زندگی میکرد این بابا مال برنامه کودک ما بود یعنی ما میشستیم اینو میدیدیم تنها کرکوپر رو میریخ بعد زمان ما خونه ها 90 درصد زیرزمین داشتن آپارتمانی نبود که 90 درصد زیرزمین داشتن یعنی میرفتیم خونه ننه بزرگه اصلا ده 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 پاپیون بودیم دیگه ده همش نگاهمون به در این چیز بود در زیرزمین بود یه موقع باز نشه سمندون بیاد بیرون خب این از این حالا شما اینو داشته باش پیشرفت کردن رفتن از ژاپن کارتون فوتبالیستا خریدن یعنی گفتن دیگه سمندونو نشون ندیم برای نسل جوون و اینا رفتن کارتون فوتبالیستا گرفتن که به ما حال بدن حالا اینا, اینا. ما طرفدار کاکرو بودیم یه عده طرفدار سوباسا بودن تو ایران هم مد بود که طرفدارای این ور اون ور رو میزدن همدیگه رو میزدیم مثلا یادم تو ایران یه بابایی اومده بود گفته بود ابی بد است طرفدار ابی یارو طرفدار داریوش بود طرفدار ابی شاکی شده و با قمه زده بود تو گردن طرفدار ابی که طرفدار طرف داریوش که چرا گفتی ابی بد است یارو کشته شد اون یکی هم اعدام کردن ابی و داریوش هم تو آمریکا حالشون رو میکردن یعنی ما ملت جوگیری هستیم یارو خودشو میزد یعنی چی گفتی ابی بده یعنی چی گفتی داروش بده کاکی رو سو هم همین بود با چوب میافتادیم به جون هم تمام ساق و دست و پا و کلمون شکسته بود که تو گفتی کاکیرو بد است تو گفتی سوباسا بد است و سوباسا با دایش فوتبال بازی میکرد دایش اصلا شکل مامانش نبود اینا مشکلهای بچگی ها بود دایی برزیلی بود مامان ژاپنی بود اومدیم اینجا فهمیدیم بابا اون با دایش نبود آخونده برامون اینجوری درست کرده بودن دوست پسر مامانش بود به بابای خیانت میکرد مامان سوباسا به باباش خیانت میکرد با این یارو ریخته بود رو هم. این هم برزین اومده و میگو بچه من هم فوتبال یاد بده کل داستان همین بود و سوباسا فلج بود همه مهمتر سوباسا فلج بود پا نداشت قسمت آخر رو به ما نشون ندادن بعدها فهمیدیم اینا دیارو خوابیده نمیدونیم چی خوره بوده نشه بوده چی خوابش برده اینجوری اینا رو دیده بیدار شده میدونیم ای پاشو پا نداره سوواسا کیم دی بابا با, با, دای... با دوستبسر مامانه پاشو ده. با ویلچر اصلا نابود بودیم بعد شوت میزدن شوته تو هوا دروازبان تو هوا سوباسا تو هوا کاکرو تو هوا یا اون گفت ادامه قسمت ادامه ماجرا در هفته آینده یعنی شما یه هفته جیگر باید خون میشد که دوباره ببینیم این توپ سوباسا گل میشه یعنی حالا معلوم نبود اون توپ برسه دوباره برسد. شاید یه هفته دیگه هم طول میکشید چون اتفاقایی میافتاد برادران تاشیبانا می یا اون توپه رو می بالاتر می رفت هرچی بالاتر میره رفت هفته های بیشتری طول می کشید ما نابودیم جدی میگم بعد شما دارین میگین مملکت ما 45 سال داغون شده ما وزیر خارجمون وزیر خارجمون وقتی این آقا میخواد بشه این بابا که نمیتونه زیپ شلوارش رو ببنده اون هم الان دیدم دکمه شلوارش هم نبسته یعنی به جان خودم این زنش گفته فامیلیش باغری اسمشو نمیدونم باغری باغری پاشو پاشو میخوان وزیرت کنن این همینجوری از تو رخت خواب پا شده شلوار کشیده بالا اومده بیرون سوار ماشین شده اومده زیپ باز شلوار دکمه باز این میخواد بشه وزیر خارجمون بعد جای امیر عبداللهیان که انگلیسی هم بلد نبود حالا این بره نابودیم نابودیم شما محسن رضایی رو ببین بعد توپ دبیر مجمع تشخیص مسلحت نظام نمیدونم دکترم شده بود دیگه دکتر روش میگفتن دکتر همه چی داشت که کمربندش رو نگاه کن تو تمام عکس بغل کلیهش بود یا رسم ما نمیدونیم یا ما نمیدونیم چیه داستان سگک کمربند به وسط شلوار باشه این دم کلیش بود نابودیم دیگه بعد میگین چرا مملکت درست نمیشه بهتون نشون بدم این حالا وزیر خارجه این که هیچی برکت یارو چادرشو پرت میکنه در بر... تبرعات <applause> <سطیق> <ستطور> همش خایمال بعد میگیم چرا مملکت اون درست نمیشه بیا این هم یکی تسلیت دارم به همه مردم ایران و مردم جهان برای اینکه رئیس جمهور سرزمین من رئیس جمهور سرزمین من فقط نبود راست و ریز کننده سیاست نیمی از این جهان بود بلکه بیشتر آسیا رو که در کف داشت و در این سفری که به نیویورک کرد امریکا و اروپا را با خودش هم پا کرد مردی که به اعتقاد من ده تکرار نشدنیه بله این بابا و اون مهران رجوی دماغ و اینا هم مشالا چاپلوس خایمال، این خیلی خنده داره این رفت سریال امام علی بازی کرد این آدم خوش ببین وقتی من میگم حزب یا زشت میشن حزب میشن میخندین به قیافه خوب بود خوشتی بود مالکه اشتر رو بازی کرد کلی مشتی خوشتی آقا این گفت من که مالک رو بازی کردم دیگه بیلیارد بازی نکردم چون امام باقر گفته بیلیارد حرام است امام باقر بیلیارد باز بوده اصلا بیلیارد میدونسته چیه اصلا اون موقع چوبی بوده این بیلیارد درست کنن. هیچ این بابا یه ها از این رو به اون رو شد گفت من عاشق سه علی هم. علی شریعتی علی عبی طالب علی خامنه ای بعد هی زشتر شد هی زشتر شد تا این شکلی شد اینا من نمیدونم داستانشون چیه یه مشت بعد عطت به یه چیزی بهشون میرسه دیگه تو این که به این نقشی نمیدن خب باید یه کاری بکنه باید یه تلاشی بکنه پولی گیرش بیاد حالا اینا به کنار بریم اینم بهتون نشون بدم ببینین چقدر این جماعت دوزاریتون افتاد این تیکه از فیلم نزدیک یک هفته شده بود تمام فضای مجازی که مجری سوریهی برای ابراهیم رئیسی و همراهانش تو تلویزیون سوریه داره زار زار گریه میکنه این فیلم اصلیشه برای بچه های داره گریه میکنه این چیزی که اینجا زده عکس رئیسی رو برشن گذاشتن رو اون میگن این برای رئیسی داره گریه میکنه بعد رئیس جمهورشون که ایران نجاتشون داره دست داعش پا نشد سوار هواپیما شه بیاد ایران یه تسلیت بگه به خامنه ای و دوروریاش یعنی ببین حتی شماها هر کاری هم بکنین ما ایرانیا و عرب با هم بدیم تی تیش با هم بدیم الان شما تو سایت وزیر وزارت خارجه سوریه بری اسم خلیج فارس و چیز دیگه نوشتن که اصلا بدم میاد بگم بعد باز این احمقا میرن چاپلوسی عربا رو میکنن آره جالبه این مملکت ما بود یعنی ما اینا رو که میبینم یاد دوران خودمون که میفتم ما ده پنجای ده شستی ها واقعا زرچ کشیدیم واقعا زرچ کشیدیم نه بر الان بعضی موقع دخترم میگه مگه میشه بدون اینترنت بابا مگه میشه یوتیوب نداشته باشین ه بدون یوتیوب شما زندگی میکردین میگم بابا تلفن نداشتیم ما همسایهمون تلفن داشت زنگ میزد زنگ خونه رو میزد مثلا پاشین بیاین خالته نمیدونم عموت دایی تالا زنگ میزدن به اونها یکی تو محل تلفن داشت همه زنگ میزدن این خبرها نبود ما زجری کشیدیم تا بزرگ شدیم بعد تمام بازیامون درد داشت از هفت سنگ بگی همش با درد بود هفت سنگ بگیر شیر پلنگ بگیر نمیدونم والیبال کتکی بگیر همش باید اعدامی بود همش باید کتک میزه چون اینا همه تو جنگ و انقلاب و این چیزا بودیم دیگه اعصابمون همه ضعیف شده بود دیگه همین الان یارو میگه پخ میخوایم از گردن بجویم گردنشو دست خودمون نیست دیگه قاطی کردیم هممون بله تا برنامه بعد بدرود